انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد، زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه تورات و زبور و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل یا عهد عتیق به زبان فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه آنانی که در اتحاد با مسیح عیسی مقدس خوانده شدند و به مقام مقدس دعوت شدند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ما است به زبان می آورند. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنم. زیرا در اتحاد با مسیح از هر لحاظ، از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می‌کشید، از هیچ یک از عطایای روح القدس بی‌نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می‌کنم که همه شما در آنچه که می‌گویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلویی به من خبر دادند که در میان شما نزاهایی وجود دارد. منظورم این است که یکی می‌گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری میگوید من طرفدار اپولس هستم. آن یکی خود را پیرو پتروس میداند و دیگری خود را پیرو مسیح. آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرسپوس و قایوس تعمید ندادم. بنابراین هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید دادم. آری، من همچنین خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم، و او نمیخواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود.
پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید: حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد. پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معنی است. خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می‌کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می‌کنیم. اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. زیرا آنچه در مورد خدا جهالت محسوب می شود، از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. ای برادران، به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای این جهان اکثر شما افرادی حکیم، بانفوذ و یا نجیب زاده نبودید، بلکه خدا عمدن آنچرا که جهانیان پوچ و بی‌معنی می شمارند برگزید تا حکیمان را خجل سازد، و آنچرا که جهانیان ضعیف می پندارند انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد، و خدا آنچرا که دنیا خار و خفی و حتی نیستی می شمارد برگزید تا جهان هستی را براندازد، تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. خدا شما را با مسیح متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که کلام خدا می فرماید، هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید.